بین آسونی نگذاریم، احساس مسئولیت بکنیم. من این برای من خیلی در دراز مدت البته کار داره تا آگاهی مردم پیدا کنن، ولی امیدوار هستم. من این راهی رو تازه آغاز کردم و این تجربه دومم هم هست. چند جا شنیدم و گفتی که یه آهنگ هست که برای بهروز وثوقی خوندی. قیصر هم این ترانه، هم خود قیصر بهروز وثوقی به عنوان برادر بزرگتر، به عنوان یه اسطوره سینمای ما، هنرمندی که ایستادگی کرده و در این 30 سال جایگاه بسیار حساسی رو برای خودش حفظ کرده و دلایلش هم اگه بخوایم بشکافیم ایستادگی، موقعی که ابزار یک هنرمند رو ازش میگیرن مثل این میمونه که در قفسش انداخته باشن. ماها خواننده ها سازمون رو با خودمون همه جا حمل میکنیم، ولی بهروز وثوقی ایستادگیش و قابل ستایش بودنش برای من اینه که نه، آمد در این 30 سال استوار وایستاد، در اون قله وایستاد و من فکر میکنم یک سهم کوچیکی در ستایش از این بزرگوار دارم و آهنگ قیصر رو ما تقدیمش کردیم و بسیار این کار رو دوست دارم. ایدهش از کجا آمد قیصر؟ یعنی ایدهش یه شب من پاریس بودم، منزلم پاریس، روزبه زنگ زد. من گفتم روزبه من دوست دارم یک کار برای بهروز وثوقی بخونم، ولی قبل از اینکه من این تصمیم رو با روزبه مطرح کنم به خود بهروز زنگ زدم، گفتم بهروز جان اجازه میدی من این کار رو برای تو بکنم؟ خیلی فروتنانه و برادرانه گفت تو اگه این کاری تصمیم گرفتی انجام بدی من که نمیتونم بگم نه، هر کاری میخوایی بکنی بکن. گفتم قول بهت میدم از این امتحان خوب در بیام بیرون و در تجلیل از تو یک کار مناسبی باشه و تایید کرد و خوشبختانه بهروزم دوست داشت و فکر میکنم به عنوان یک کسی که دوست دارم تا یک اسطوره‌ای حضور داره ماها هست در جامعه، در قلب مردمه، در کنارش باشیم و به روز مثل قیصر وایستاده داره زندگی میکنه و این تجلیل برای من جایگاه ویژه‌ای داره که سر تعظیم براش میذارم. نمیدونم اگه برگردیم عقب دل تو واسه کی پر میزنه، اگه فرمونم یه شب دوره کنم چند تا چاقو پشت قیصر میزنه. پس بریم به دریان یه سری بزنیم که به زندگی تشویش کردیم. حتما سانتا مونیکا باشی و لب دریا نری. جرمه اصلا نه، حیفه. پاریس رو بیشتر دوست داری یا لس آنجلس رو؟ پاریس یک چیز دیگه است. پاریس یک چیز دیگه است. پاریس بیشتر به فرهنگ خودمون نزدیکتره تا لس آنجلس. لس آنجلس یک شهر بیدر و پیکره، هر کدوم زیبایی خودشو داره، ولی پاریس برای من خیلی آرامتره، خیلی نزدیک به ایرانم، اونجا فعالیت بیشتره، اونجا نگاه ها فرق داره. اروپا اصولا نگاهشون فرق داره با امریکا. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بی دیوار، سلول بی مزه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بی دیوار، سلول بی مزه. این هم دریای سانتا مونیکا، دریای اقیانوس آرام. همه اینجا با آرامش دارن زندگی میکنن. آینده فکر میکنی؟ با آینده تا چقدر جلوتر رو فکر میکنی؟ من آینده رو از نظر مسائل کاری، از نظر زندگی میبینم. بعضی موقع خیلی مسائل رو پیشتر میبینم چه اتفاقی میخواد بیفته، ولی من در روز زندگی سعی میکنم بکنم و
زندگی روزمرمو زیبا نگه دارم. آینده خودش میاد، هیچ عجله‌ای ندارم برای بهش رسیدن. 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ 5 سال دیگه همینجا. هنوز آلبوم دادن و کنسرت و اون یک سوالی است که من رقم نمیزنم، من تعیین نمیکنم. تعیین میشه برای من چیکار کنم. این واقعیت رو بگم، با امید خداوند بتونم 5 سال دیگه باز همینجا باشم، بتونم کار کنم، بتونم با انرژی تر به کارم ادامه بدم، ولی تعیین کننده من نیستم. من نقشه نمی کشم، من سعی می کنم برگزار کننده خوبی باشم. همیشه معتقدم یه کسی دیگه این راهو به من نشون میده، میگه این راهو برو. میگم چشم. به قول معروف کارگردان کسی دیگه است، هنرپیشه سعی می کنم هنرپیشه خوبی باشم، هنرپیشه منفیه نباشم. گفتی دریا مثل زندگی میمونه برای چی؟ برای اینکه پر از رمز و رازه، پر از زیبایی ها. تمام خصوصیات یک انسان میتونه تو دریا تجلی میکنه، خشمش، آرامشش، طغیانش. و موقعی که میری به عمقش میبینی مثل انسان پیچیده است. من فکر میکنم در مقابل انسان خیلی قویه، خیلی نیرومنده. انسان موقعی که در مقابلش یک پدیده نیرومند میبینه خاموش میشه، سکوت میکنی. سکوته اون آرامشی است که دریا بهت داده. و پیش چشم من تا چشم یاری میکند دریاست، چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست. مرا آن دل که بر دریا زنم نیست، ز پا این بند خونین بر کنم نیست. هر جا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه، ای ترس تنهای من، اینجا چراغی روشنه.